سلام، زبان آموزان عزیز، فرهاد یعقوبی هستم، مدرس زبان آلمانی. درس 19 از سطح گرامری بیانس با هم شروع میکنیم. از کتاب مرجع، کتاب اکتیو گرامر و موضوعی که داریم در این ویدیو انفینیتیو میت سو یعنی چی؟ خب قبل از اینکه ما به بحث خود کتاب اکتیو گرامر بپردازیم، میریم که اصل ریشه این موضوع با هم دریابیم. خب به طور مثال ما به زبان ساده میگیم انفینیتیو میت سو یعنی چی؟ اگر ما در جمله دو فعل داشت باشیم، قبل از مصدر دوم سو اضافه می شود. یعنی چی؟ به طور مثال ما اینجا یک مثالی آوردم، ایش هابه کاین لوست، میگه من کدام حوصله ندارم. خب می فهمیم که لوست هبین با هم می آیه. خب ببینید کام بخورده اوز آف گابن سو مخین، که امون کارخانگی یا تکلیف خانه خورد انجام بدم. حالا ببینیم ما دو فعل داریم، گفته اگر ما در جمله دو فعل داشته باشیم قبل از مصدر دوم یک سو اضافه می شود. خب فعل اولی ما چیه؟ فعل هابینه. می بینیم که ایش هابه کاین لوست اوز آف گابن سو مخین، که همو تکلیف خور انجام دو یا کار خانگی خور انجام دو. پس قبل از مخین گفته باید به فعل دومی شکل مصدر فعل دومی داده میشه. یعنی مصدر یعنی چی؟ انفینیتیو یا مصدر یعنی که همین فعل، همین فعل، همین قسم که هست، همین یعنی هست نمیشه، به فایل گردان نمیشه، همون قسم شکل مصدر یا انفینیتیو فعل دوم آخر قرار میگیره و قبل از او سو داده میشه. خب حالا ببینیم که اینجا فعل اولی گفته لوست هابن. لوست هابن یعنی حوصله داشتن، با هم آمده. خب فعل می لوست امره فعل هابن میه. پس فعل اولی ما فعل هابنه و فعل دومی ما فعل مخن یا انجام دادنه. همچنین مثال داریم، هر هات لوست، او حوصله داره فوتبال سو اشپیلین. ببینیم که باز فعل اولی فعل هابنه و فعل دومی اشپیلین، میگه او حوصله داره که فوتبال سو اشپیلین، که بازی فوتبال بکنه. خب پس به فعل دومی نظر به گفته ای که داریم ما باید به شکل انفینیتیو یا مصدر فعل دوم قرار بدیم. اشپیلین بازی کردن، نواختن معنا میده و سو قبل از او قرار گرفته. حال ما اگر به فعل ترینباری داشته باشیم، فعل ترینبار به این قسم کار میشه در انفینیتیو میت سو. وی هابن کاین سایت فن سو زین، میگه ما کدام وقتی نداریم که تلویزیون تماشا کنیم. خب ببینیم که فن ذهن از جمله فعل های ترین باره، که فن از پیشوند فعل، و پس در حالتی که ما فعل ترین بار داشته باشیم سو بین پیشوند و خود فعل قرار میگیره. پس ببینیم فن سو ذهن، و البته ذهن به شکل مصدر یا انفینیتیو میبینی آخر قرار گرفته. فعل اولی ما فعل هابن، فعل دومی ما فن ذهن یعنی تلویزیون نگاه کردن. و داریم ما اسمخت اشپاس بای فرویندن سو اوبرناختن. خب ببینیم که حال گفته ای به ما سرگرمی ایجاد میکنه که بای فرویندن همراه همون دوستای خود به شکل جمع آمده سو اوبرناختن. اوبرناختن یعنی شب سپری کردن، و فعل اوبرناختن از جمله فعل هایی که میتونه هم پیشوند اوبر یا از این جدا شه از فعل هم نشه. خب در این جمله فعل جدا نشده، به خاطر میبینی که مانند فعل های قبلی سو قبل از او آمده و اوبر نختین هم که هسته باز به بعد از سو قرار گرفته به شکل انفینیتیو یا مصدر. البته نگفته نماند که در وقتی که ما فعل ترین بار داشته باشیم فعل پیشوند و سو خود فعل که به شکل انفینیتیو قرار میگیره اینها به هم چسبیده، پس باید بین اینا فاصله ندیم. ایش بیت دیش سو می سو کومن، میگم خواهش میکنم که از تو سو می به پیش من سو کومن، که بیای. پس اینجی که هسته ای سو همون حرف اضافیه داتیویه، میبینین که مفعول رم داتیوی کرده. اینجی ای سو از سو انفینیتیوه، پس فعل کومن به شکل فعل دومی مانه، بیتین خواهش کردنه، فعل اولی مانه، جایگاه دوم در جمله داره، و فعل دوم یعنی کومن آمدن به شکل انفینیتیو یا مصدر آخر جمله قرار گرفت. حالا این موضوعی بود که شاید همه شما میفهمید. حالا ما میریم که به موضوعاتی میپردازیم که چی وقت فعل انفینیتیو میت سو در چی مواقع نباید استفاده کنین، که از جمله استثناءات یا اوز نامه حساب میشه. خب ما انفینیتیو میت سو که فهمیدیم که وقتی که دو فعل داریم باید که به فعل دومی قبل از او شکل انفینیتیو فعل قرار دیم و سورم قبل از بینه. حالا در بعضی از مواقع ما انفینیتیو میت سو نمیتونیم استفاده کنیم. یکی از اون مواقع سو کنفت یعنی زمان آینده باشه. وقتی که ما از زمان آینده استفاده کنیم نمیتونیم به فعل دومی خود
ما کدام سو یا از زو گرامر اینفینیتیو میتسو استفاده کنیم. خب فعل وردن میفهمیم فعل شدن، فعل کمیکی زمان آینده گفته ایش وردن نخ دویچلند فاگن، من میخوام که به کشور آلمان برم. خب میبینیم فعل اول فعل وردن فعل کمیکی زمان آینده و فعل دوم فاگن به شکل مصدر یا اینفینیتیو قرار گرفته اما بدون سو. و دو همچنین کنکتیو جملات آرزو یا شرطی. خب موضوع کنکتیو سوای که ما گرامر در قبل کار کردیم، اگر کدام مشکلی شما میتونید و باز اون ویدیو شما سرچ کنیم ببینیم به کانال یوتیوب و همچنین تلگرام هسته. خب حال ما موضوع سر کنکتیو نداریم، فقط میخواییم که موضوع اینفینیتیو میتسور بگیم. پس جملاتی که آرزوی باشه، یعنی که جملاتی که غیر واقعی باشه، از زمتر مثال ما داره ایش ورد گرن این ویلت غایز مخین، میگه من آرزو دارم که با میل و علاقه یک مو ویلت غایز یک سفر دور جهان یا سفر کل دنیا دور دنیا مخین انجام بدم. پس فعل اولی ما میبینیم که فعل وردینه که به شکل کنکتیو سوای آمده و فعل دومی ما مخینه که به شکل اینفینیتیو آخر قرار گرفته اما بدون سو. پس میفهمیم که فعل سوکنفت اگر به زمان آینده و کنکتیو سوای داشته باشین نباید از فعل اینفینیتیو سو استفاده کنیم یا اینجی هر کدام سوی اضاف کنیم. و همچنین اگر مودال ورب مادر یا فعل کمکی در جمله داشته باشیم نمیتونیم از این گرامر استفاده کنیم، یعنی به فعل آخری کدام سوی به قبل از او اضاف کنیم. به طور مثال ایش کان هویت اینین هلفن، من میتونم که امروز به شما کمک کنم. پس فعل کان گاز فعل کنن گرفته شده از جمله مودال ورب های فعل های کمکیه و فعل دبی ما هلفن کمک کردن میبینیم آخر جمله قرار گرفته بدون سو. و همچنین ما داره ادامه استثناءات. پس ببینید استثناء در استثناءات یعنی چی؟ این افعال هم جز استثناءات هستن و در صورت استفاده از این افعال قبل از مصدر دوم سو نمیآید. فعل ها فعل زیادن اما پر کاربردترین از اینها چند تا فعلی هست که جمع آوری شده با هم کار میکنه. لسن به معنای گذاشتن اجازه دادن و اینها معنا میده، معنای زیادی داره. پس وقتی که ما فعل لسن استفاده میکنیم باید که به فعل دومی کدام سوی اضافه نکنیم. یعنی چی؟ ایش لس ماین هاگ شنایدن. شنایدن یعنی قطع کردن، کوتاه کردن، اصلاح کردن مور معنا میده. خب میفهمیم که مور میدیم دست دیگه کس که آرایشگر که او اصلاح میکنه. پس سوی از فعل لسین استفاده میشه، یعنی که من گذاشتم که مویمه کوتاه کنه یا قطع کنه یا اصلاح کنه. پس این جی فعل لسین میبینیم استفاده شده، فعل اولی ما گفته میشه نظر بهش صرف شده. خب اینجا داریم شنایده فعل دومی یکمانه اما بدون سو قرار گرفته، به خاطر که گفتیم فعل لسین از جمله فعل هایی که وقتی که در جمله ما استفاده میکنیم فعل دومی کدام سو قبل خون نمیگیره. و همچنین داریم فعل اوغن یعنی گوش دادن. ایش اوغ دی کیندا ام هوف شپیلین، میگه من گوش میکنم به چی؟ منظور از اینه به سر صدای همو بچه ها که داخل حیات بازی میکنن. پس فعل اولی ما هسته فعل اوغن یعنی گوش دادن. خب میبینیم که استفاده شده و فعل شپیلین هم بازی کردن فعل دومی مونه به شکل اینفینیتیو آخر قرار گرفته اما بدون سو. و همچنین ما داریم اینجی فعل ذهن یعنی دیدن. ایش زیه دی لیغقین شغایبین، میگه من میبینم که معلم خانم البته گفته شغایبین مینویسه. فعل اولی ذهن و فعل دومی ما هم شغایبین. پس شغایبین بدون سو قرار گرفته، به خاطر چی؟ که این فعل ها از جمله استثناءاته که وقتی که فعل ذهن ما در جمله استفاده میکنیم فعل دومی ما بدون سو قرار میگیره. و همچنین بلایبین ماندن. ایش بلای به امسوک زیتسین، زیتسین بلای بین با هم میایه، یعنی که ماندن نشستن معنا میده. وقتی که ما فعل بلای بین استفاده کردیم در جایگاه دوم، فعل دومی ما زیتسین یعنی نشستن نشاندن معنا میده، میبینیم که بدون سو قرار گرفته. و همچنین فعل گهن، فعل گهن هم که از در جمله فعل هایی که وقت استفاده میکنه فعل دومی ما بدون سو قرار میگیره در جمله. هر گت کارت شپیلن، میگه او میره که بازیه کارت شپیلین یا همو با یک بازی ورق بازی انجام بده. پس ببینیم وقتی که فعل گهین استفاده کردیم فعل شپیلین فعل دومی مونه به شکل مصدر قرار گرفته آخر جمله اما بدون سو. و همچنین ام فعلن توصیه کردن. ایش ام فعل دی اینن دویچ کورس ماخن، میگم توصیه میکنم به تو که یک کلاس آلمانی انجام بدی. حالا ببینیم که فعل اولی گفتیم ام فعلن، فعل دومی مخن. پس اونجی مخن
بدون سوق قرار گرفته، به خاطر که این فعل ها از جمله فعل هایی هست که استثناء ده. پس اینجا ما داریم فعل هلفن. فعل هلفن و هم از جمله فعل های پرکاربردیه که این هم اگر ما در جمله استفاده کنیم، فعل دومی بدون سوق قرار میگیره. به طور مثال ایش هلف دیا اپ واشن، میگه من کمک میکنم به تو. اپ واشن منظور از اون شستنه، شستن ظروف. خب حالا اینجا یک استثناء باز داریم. کل زبان آلمانی همینه که هر چیزی که میگه باز یک استثناء در خود داره که باز میبینید که او قاعده به همه چیز تطبیق نمیشه. به طور مثال گفته اگر ما به جمله مفعول اکوزاتیوی اضافه کنیم، باید فعل دوم سو اضافه کنیم. خب منظوری از چی؟ همین فعل هایی که از او در ما خوندیم چند تا بود و شاید دیگه هم باشه که اونا باز کاربردی کمتره. گفته وقتی اینها ما در جمله استفاده میکنیم، به طور مثال ایش هلف دیا، ما کمک میکنم به تو. خب این دیا مفعول داتیویه. خب مفعول داتیوی اگر دیشتیم و دیگه فعل دومی ما بدون سو قرار میگیره. خب اپ واشن هم میفهمید از جمله فعل های ترینواره که اپ باید جدا شه، یعنی پیشوند میره آخر جمله اگر به جایگاه اصلی قرار گیره، اما با آخر باشه به هم چسبیدیه. گفته اگر ما مفعول اکوزاتیوی هم اضافه کنیم به این فعل ها، یعنی که هم مفعول داتیوی باشیم دیشته باشیم و هم مفعول اکوزاتیوی، باز به این حالت باز یک باید سر اضافه کنیم. یعنی چی؟ ایش هلف دی هم کمک میکنم به تو، دست گشیر که مو ظروف ابس واشن که بشوری یا شستشو دهی. پس ببینیم که باز اینجی گفته اگر که باز مفعول اکوزاتیوی هم در جمله خود داشتیم همراه این فعل ها، باز باید شما از سو اضافه کنیم در امو قبل از فعل. خو چون این فعل ترین باره، به خاطر به وسط از اینها قرار گرفت. اگر فعل ترین بار نمی بود، مثال مخین می بود، سو باز می آمد و بعد فعل مخین استفاده می شد. پس اینجی ما فهمیدیم که اگر ما به جمله مفعول اکوزاتیوی اضافه کنیم، باید که فعل دومی سو اضافه کنیم. پس اگر از این فعل ها که گفتم استثناء اینها استفاده کنیم، سو نمیگیره، اما اگر با مفعول اکوزاتیوی داشته باشیم، با سو قبل از اونها میگیره. به یک مفعول داتیوی ای سو نمیگیره. خب حال ما برمیگردیم به خود موضوع کتاب، یعنی اینفینیتیو میت سو یعنی چی. خب به طور مثال ما اینجا داره این فست سو فایرین، که یک جشنی ما فایرین، یک جشنی بگیریم، یک تعطیلاتی انجام بدیم. خب میبینید سو قبل از فایرین یعنی همون جشن گرفتن، محفل گرفتن آمده. خب اینجا سه جمله داده شده. به طور مثال اس ایست شون، خیلی زیبا میشه، این فست سو فایرین. ایش فقوی میش، من خیلی خوشحال، این فست سو فایرین. اس وار ماین تاغا، این رویای من بود، به گذشته آمده. این فست سو فایرین، میبینین که به این قسم جملات که حال ما اینجی میخونیم قاعده و قانون خورداره، گفته سو میایه. اینفینیتیو میت سو نخ، گفته اسیست. اسیست خب دیدین که همال یکم مثال داشتیم، پلوس اجکتیو و میایه، یا ایش فند اس پلوس اجکتیو و تر مثال یعنی چی؟ اسیست وندر بار، میبینیم که اسیست آمده، باز پلوس اجکتیو وندر بار آمده. اسیست نیشت شلشت، اسیست گفر لیشت، خطرناکه. ایش فند اس گود، میافتم یا فکر میکنم خیلی خوبه. اگر ما از این قسم کلمات دیشتیم که یعنی اسیست پلوس اجکتیو یا ایش فند اس پلوس اجکتیو، باید که فعل دومی که استفاده میکنی همراه سو باشه. و هب اب اشتراکتن نومن، یعنی اسمای انتزاعی معنا میده، یعنی اسمایی که یعنی به شکل خلاصه یا کلی میه. به طور مثال اس اس ماین تقام، این رویای منه. ایش هب کاین ساید، من وقت ندارم. ایش هب دی شانس، من شانس دارم. اسکیپت پروبلم، مشکل وجود داره. اسمخت میا انگس، ای به من ترس ایجاد میکنه. ای اگر از این قسم جملات هم داشتیم، جملاتی هست که اینها با هم میای به شکل کلی میای یک معنای ایجاد میکنه، گفته بازم به جمله دوم، به فعل دوم خوب باید از سو استفاده کنیم. و همچنین گفته وربن، فعل هایی که نختین نخ این ورب کومن کن. و همچنین میگه فعل هایی که بعد از اینها باز میتونه یک فعل آمده میتونه، مانند ایش اوفه، من امید دارم یا آرزو دارم. ایش فرزوخه، من جستجو میکنم. ایش فنگ ان، من شروع میکنم. ایش بگینه، ایش اوغ آف، من گوش میکنم به. خب مانند و همچنین داره ما ایش قات دیا، این فعل دیا، خب این فعل کار کردم. ایش شلاغ دیا فور، اگر این قسم کلماتی اندیشته اینها واجب میشه که با بعد از یک فعل حتما استفاده کنه. پس اون فعلی که استفاده میکنه باید قبل از اون سو بده.
ولی ببینیم که موضوعی داره پوزیسیون فونسو موقعیت سو کجایه؟ گفته این ویر وقتی که یک فیل داشته باشین یعنی چی؟ یعنی فیل ترین بار نباشه ایش فنگ ان سو کوخین مو میگه شروع میکنم سو کوخین به آشپزی. پس ببینیم به فیل اولی ما فنگ خب از جمله فیل های ترین باره ان فنگین بیده به خاطر با آخر آمده و بعد سو کوخین و اینجای فیل دومی سو کوخین باز به شکل انفینیتیف هم بستر آمده و سو قبل از اون ده گفته ترین باره ویر میگه که فیل به شکل ترین بار باشه ایش هاب افت فیل زوخت میگه من اغلبا جستجوی میکنم دیش ان سو قوفین که مو منظوری که به تو ان سو قوفین که به تو یعنی زنگ بزنم یا منظوری از اینه که من اغلبا تلاش میکنم که به تو زنگ بزنم یا تماس بگیرم و سوای وربین اگه دو فیل باشه یعنی چی؟ اسیس گود این خیلی خوبه افت اشپسیرین سوگه اشپسیرین خودی هم پیاده روی کردن فیل و گهینم خودی رفتنه هر دو با هم اشپسیری گین همیشه با همیه میگه اگر این قسم فیل هم داشته باشیم بازم فیل اولی ما میبینی اشپسیرین اینجا آمده و گهین فیل دومی خب میبینیم که سو قبل از او آمده میت مودال وربین همراه مودال وربا اسیس شون خیلی زیبای فیل اورلا مخین سو کنید که خیلی تعطیلات انجام داده بتونیم پس ببینیم که فیل قبل از مودال ورب اینجی سو آمده فیل اولی ما مخین بیده و فیل دومی ما کنین بیده که از جمله مودال ورب های و همچنین گفته سو پلیس انفینیتیو اشتید ام اند دس this that says میگه در so plus infinity قرار میگیره با آخر جمله so stayed direct for them less than infinitive میگه خوامی so قرار میگیره به شکل مستقیم کجا قبل از فعل آخری یعنی فعل دوم به شکل چی infinity by ترین بار verb in enter then prefix میگه در فعل های ترین بار بین همو پیشوند خود فعل قرار میگیره by infinitive mit so steht kein subject میگه در همراه همو infinitive mit so که استفاده میکنی کدام فایلی وجود نداره das subject vom Aufsatz ist auch das subject für den Nebensatz میگه همو فایلی که در جمله هابسات زمانه در جمله اصلی مانه همون هسته او همچنین او جمله نبنزت زمانه یعنی هدایت میکنه یا رهبری میکنه حال اینجی مثال داریم خب when a sway subject gibt میگه وقتی که دو تا فایل وجود داره موس من این نبنزت می دست بنوچین میگه باید که آدم مو جمله نبنزت خور یا جمله دوم یا جمله فرهیر همراه نبنزت دست که به معنای که معنا میده و فعل آخر جمله میره باید از او استفاده کنی خب یعنی چی؟ ایش اوفه ما امید دارم یا آرزو دارم پونگلی سکومین که سر وقت برسم سر وقت بیایم پس ببینین که به این جمله گفته دیگه به جمله نبنزت یا فرهی جمله که از سو استفاده شده دیگه لازم نیه که همو زوبیکت استفاده کنی دوباره اینجی ایش استفاده نکرده اما گفته اگر استفاده میکنی شما ایش اوفه دست هیر پونگلیش کمتمه ای آرزو دار یا امید دارم که دست که هر او مرد پونگلیش کمت که او سر وقت بیای خب میبینی که چقدر جمله فرق کرد وقتی که این قسم ماین شما به جمله دومی یا نبنزت هم از زوبیکت استفاده کنیم باید از نبنزت دست استفاده کنیم که به معنای که و فعل آخر جمله میره بدون سو قرار میگیره و شکل صرف شده نظر به فایل هر خب این هم بود از این موضوعی که با هم کار کردیم اگر از این ویدیو خوش آمده ویدیو ما رو لایک کنیم و همچنین سوال پیش نشین کامنت بده آلمانی صفر تا صد سابسکرایب کنیم عضو کانال ما باشیم تلگرام فیسبوک و ایمیل هم داده شده سوال پیش نشین میتونید از این طریق هم با من ارتباط بگیرید تا درس بعدی خدا یار و نگهدار شما